بینندگان عزیز، با سلام به شما. الوعد وفا، در برنامه قبلی بهتون گفتم که قرار هست با یک دختر خانم جوان ایرانی صحبت کنم. چندین خبر خوب، یکی اینکه تولد ایشونه، بهشون تبریک میگم. بعد اینکه فارغ التحصیل شدن امسال از مدرسه، از دبیرستان. البته ما فقط ایرانی ها هستیم میگیم فارغ و تحصیل، تحصیلشون فارغ نشده، تازه حالا میخوام برن دانشگاه، که در مورد دانشگاه هم وقتی که رفتن باز در آینده صحبت میکنیم. اولا گیر آوردن این خانم خیلی مشکله، ما با 1000 تا مکافات تونستیم ایشون رو داشته باشیم. همین الان هم قبل از برنامه گفته که من 11 دقیقه دیگه باید برم. پس اجازه بدید بدون هیچ اتلاف وقت بریم سراغ جانان ایران بومی. بهش سلام میکنم، خوش آمد میگم و تولدش رو بهش تبریک میگم و این دیپلم گرفتن یا گریجویشنش رو هم بهش تبریک میگم. امروز احتمالا باید یکی از بهترین روزهای زندگی شما باشه. 2-3 روز گذشته شما خیلی مشغول بودید، من صحبت نمی کنم. شما اگه میخوان با دوستان بیننده و شنونده صحبتی داشته باشید، میکروفون در اختیار شماست تا بعد درباره 2-3 تا موضوع با هم صحبت کنیم. خیلی خوش آمدید دوستان عزیز، جانان ایران بومی، بفرمایید. خیلی ممنون و درود بر شما آقای سوربی و بینندگان شما. خیلی ممنون که من رو دعوت کردین که در برنامه شما باشم و مرسی برای تبریکاتون. بله، این چند روزهای اخیر خیلی روزهای یادموندنی هستن و خواهند بود، و نه تنها تولد من بودش ولی تولد خود رئیس جمهور ما پرزیدنت ترامپ هم همین امروز هستش، که خیلی این ماجرا رو جالبتر میکنه، چون که نه تنها تولد ترامپ هست ولی دقیقا 243 سال میشه که United States Army درست شده، که در سال 1775 اولین بار درست شد و این روزهای تاریخی رو واقعا باید به یاد داشت. جانم فکر کردم میخوای بگی که آقای ترامپ 248 سالشه، چون انقدر گفته بودن که این حالش خوبه و آدم سالمی هست و اینها، میتونه حتی 200 سال هم عمر کنه، که البته بعدن معلوم شد که یه اشکالاتی در اون گزارشات بوده. خب آقای ترامپ برای ما مهم نیست، مهم شما هستی. تولد شما رو به تبریک میگم، تولد به اصطلاح گریجویشن تو به تبریک میگم. و یه موضوعی من از اون برنامه‌ای که شما در رابطه با دکتر مصدق گذاشتید و با کانون دوستداران فرهنگ ایران با شما آشنا شدم و الان میبینم که در سازمانهای مختلفی فعالیت میکنید. یکی از اونها Students Human Rights Commission هست. اگه امکان داری یه مقداری در رابطه با این سازمان برای ما بگید و به نظر شما دوستان ایرانی دیگه هم که هم سن و سال شما هستن، اگر میخوان در یه سازمانی به اصطلاح شرکت کنن، فعالیت کنن داوطلبانه، چه کاری باید انجام بدن که به سازمانهایی که به اصطلاح خیلی سیاسی هستن و اینها وارد نشن و بیشتر در قسمت حقوق بشر و فعالیت‌های اجتماعی باشن؟ نصیحت شما یا پیشنهاد شما به این دوستان چی هست؟ بفرمایید. بله، به سوال اولتون جواب بدم. Fairfax County Student Human Rights Commission یک کمیشنی هستش که Fairfax County Government درست کرده و یک شاگرد رو از همه مدرسه های Fairfax County انتخاب میکنه که نماینده و پاسخجوی حقوق بشر باشه در مدرسه هاشون و در همه Fairfax County. و در مدرسه من نماینده حقوق بشر شدم و همه ما وکیل و ادوکیت حقوق بشر هستیم و مواظبیم که حقوق بشر زیر پا گذاشته نشه. هر شخصی میتونه اگه علاقه داشته باشه و فعالیت های لازم داشته باشه این فعالیت ها هم شروع بکنه یا ادامه بده. و میدونم که خیلی مدارس ها یا سیستم ها همچین فسیلیتی ندارن و ما الان داریم کمک میکنیم به مدرسه های توی کانتی های دیگه در آمریکا که بتونن همچین سیستمی رو درست بکنن، برای اینکه حقوق بشر یک موضوعی که واقعا همه جای دنیا
و بین المللی حتی در آمریکا و هر جای دیگه باید بهش احترام گذاشت و در موردش باید صحبت شد. برای همین داریم ما این گروه ها جای دیگه درست میکنیم و اگه علاقه دارن شاگرد یا بچه هایی که فعال باشن، مطمئنم که خواهد امکانی باشه که براشون این فعالیت رو ادامه بدن، و اگر نبود همیشه آدم خودش میتونه گروه هایی رو درست کنه و شروع بکنه جنبش هایی که بتونه جامعه رو تکون بده. بله، صحبت از جنبش شد. یکی از مشکلات ایرانی ها، ماها که حالا یا یک نسل یا دو نسل از شما به اصطلاح پیرتر هستیم، اینه که بلد نیستیم مثلا این گراس روت موومنت ها رو درست کنیم و اینها. شما نصیحتتون به اونها چیه؟ نگی یه وقت اونا برن کنار بذارن فقط شما جوونا کار کنید. اگه بخواید به این دوستانی که همسن سالمان هستن پیشنهادی کنید، نصیحتی کنید که برای فعالیت های سیاسی، اجتماعی و حتی حقوق بشر یک سازمانی رو راه اندازی کنن، این الفبای یا ABC یا پرسیجر راه انداختن یک سازمان، موومنت، ارگانیزیشن چیه به نظر شما؟ بله، در فعالیت های من در سال اخیر تجربه که داشتم، خیلی وقت اصلا می پرسیدن سنم که خیلی کم بود براشون، خیلی جلب توجه می شد و به نظر من این هیچ سن هیچ لیمیتی نیستش که بخوادش جلوگیری بکنه از فعالیت ها، و واقعا سن یک بهانه است و هر کسی میتونه همچین فعالیت ها رو از هر سنی شروع کنه. و اتفاقا من فکر میکنم هر چه سریعتر و زودتر بچه ها وارد این فعالیت ها بشن، این خواهد نسل های آینده رو جوری بسازه که از جوانی از بچگی آمادگی شو داشته باشن. و ما از بچگی اگر الان مثلا در مدرسه های elementary school های آمریکا ما الان داریم باشون خیلی فعالیت میکنیم، برای اینه که از جوانی از بچگی این فعالیت ها رو شروع بکنیم که این جزء هویت ماها باشه که از حق خودمون و از حق دیگران دفاع بکنیم. معمولا گروه ها خیلی طول میکشن تا جا بیفتن، ولی بعض وقتا همون 5-6 نفری هستن که با هم جمع میشن که میتونن تاثیرگذار بشن برای اجتماعشون. بسیار ممنونم. میدونم که شما قراره یک به اصطلاح مصاحبه دیگه داشته باشی، ساعت 4:30، 3 دقیقه وقت داریم و من از این 3 دقیقه استفاده میکنم. و میدونم یکی از چیزایی که دوستان جواب خوششون نمیاد همش اینه که ما ازشون سوال میکنیم که خب حالا کدوم مدرسه میخوای بری، کجا قبول شدی اینها. به همین خاطر من اینو از شما نمیپرسم، میذارم وقتی که مدرسه ها شروع شد و رفتی دانشگاه به اصطلاح یه مصاحبه دیگه داشته باشیم، از شرایط اونجا بگی و تفاوت دبیرستان و دانشگاه رو برای ما بگی. برات بهترین ها رو آرزو میکنم، تولدت مبارک، سال خوبی در انتظارت باشه و باز هم این فارغ التحصیلی از دبیرستان رو هم به شما هم به خانواده‌ات و آقای دکتر ایران بومی هم تبریک میگم. و ازت میخوام قول بگیرم که وقتی رفتی دانشگاه باز هم مردم ایران و تلویزیون مردم رو فراموش نکنی و با ما باشی. هر وقت هم گزارشی، برنامه، چیزی تهیه کردی، اگه لطف کنی لینکش یا اون خبرش رو برای ما بفرستی، ما هم در برنامه ها ازش استفاده میکنیم. خیلی ممنون که با ما بودی. خیلی ممنون برای دعوت شما و برای بینندگان، و خیلی ممنون که من رو دعوت کردید در برنامه. پس ما رین چک میگیریم دیگه برای وقتی که رفتی دانشگاه. چشم. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با خانم جانان ایران بومی بودیم، از ایشون بسیار ممنونم و برای اینها، برای این جوان ایرانی بهترین ها رو آرزو میکنم با امید دیدارشون در برنامه‌های آینده. خیلی ممنون. خب مرسی دوستان که با ما بودید، و اگر اسم جانان ایران بومی رو در یوتیوب به اصطلاح تایپ کنید، یکی دو تا ویدیو میاد که با این بکگراند میبینید الان دوستداران فرهنگ ایران، و اونجا برنامه رو درباره
مصدق و اون ماجرای برادران دالاس که خود من با وجود که اسم فرودگاه اینجا دالاس هست خبر نداشتم که این دو برادر چه خیانتی یا چه به اصطلاح کار زشتی در حق ایران و ایرانی انجام دادن. یک بار دیگه از ایشون ممنونم که با ما بودن و با امید اینکه دوستان جوان ایرانی هم از تلویزیون مردم استفاده کنن و با هم بتونیم این برنامه ها رو بیشتر گسترش بدیم و سازمان های ایرانی رو خودمون از پایین به بالا، یعنی از مردم معمولی، نه اینکه از بالا به ما دستور بدن بیاین داخل این حزب یا از اون حزب به اصطلاح خارج بشین، اون موقع است که ممکنه ایرانی ها بتونن به اصطلاح از حق و حقوق خودشون استفاده کنن. بازم از شما ممنونم و برنامه های تلویزیون مردم رو پی میگیریم. لطف کنید تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. روز روزگار بر شما خوش.